درود به شما راشا بهمنی هستم پزشک عمومی با سری جدید 37 درجه با شما همراه هستیم در این برنامه به طور روشن میخوایم براتون توضیح بدیم که آزار جنسی کودکان کاملا قابل پیشگیریه با یک گفتگوی ساده با کودک میشه کاری کرد که هرگز این اتفاق براش نیفته پنج نکته اساسی که میتونه جلوی تعرض جنسی به کودک رو بگیره قانون لباس زیر چیه و از چه سنی میشه با بچه راجع بهش حرف زد آزار جنسی در فضای مجازی چیه و پدر و مادرها چطور میتونن اینترنت رو برای بچه ها امتر کنن متاسفانه اخباری که در رسانه ها منتشر میشه نشون میده که آزار جنسی کودکان در سراسر جهان شایع هست و ایران و افغانستان هم مستثنا نیستن اما نکته دردناکتر این موضوع این هست که بیش از 90 درصد در آزار جنسی در کودکان توسط افراد نزدیک اونها مثل اعضای فامیل و خانواده و یا دوست اتفاق میفته در این برنامه به جای تمرکز روی تجربه دردناک آزار جنسی میخوایم به طور واضح به شما بگیم که آزار جنسی در کودکان کاملا قابل پیشگیری هست چطور؟ نازنین متمدی توضیح میدن از آزار جنسی کودکان میشه چهار ستون بدن پدر مادرها میلرزه ولی وقتی میگن برای پیشگیری از آزار جنسی باید با کودکتون صحبت کنید و بهش آموزش بدید خیلی از همین پدر مادرها پاپس میکشن یا فکر میکنن هنوز زوده که با بچهشون وارد این گفتگو بشن یا فکر میکنن حرف زدن راجب این موضوع خیلی سخت و دشواره یا نگرانن که نکنه بچه رو بترسونن وقتی بدونید دقیقا چی باید به بچه ها بگید میفهمید که این مکالمه اصلا ترسناک نیست حتی لازم نیست اسمی از آزار جنسی بیارید فقط باید پنج نکته رو به بچه بگید که به قانون لباس زیر معروفه به بچه یاد بدید که هر جایی از بدنش که با مایو یا با شورت پوشونده میشد عضو خصوصی بدنش محسوب میشه و هیچ کس حق نداره ازش بخواد که به عضو خصوصیش دست بزنه یا نگاهش بکنه بهش بگید اگر کسی ازتون همچین چیزی رو خواست خیلی محکم بگید نه بدن تو فقط و فقط مال توه هیچ کس حق نداره با بدنت کاری کنه که تو دوست نداری اگه کسی این کارو کرد حتما به بزرگتر که بهش اعتماد داری میگی برای بچه مشخص کنید که افراد مورد اعتمادش چه کسایی هستن نگفتن حق توه از نگفتن نباید خجالت بکشی نباید بترسی وقتی بچه نگفتن رو یاد میگیره میتونه جلوی هر کسی که میخواد به بدنش دست بزنه بیسته و بگه نه اصرار کردن جایزه دادن یا تهدید کردن هیچ کدوم نباید نه یه بچه رو عوض کنه <متصفيق> راز خوب با راز بد فرق میکنه راز خوب مثل کادو خریدن برای مامان و باباست که میتونی مخفی نگهش داری ولی راز بد رازیه که تو رو ناراحت مسترب یا غمگین میکنه اگه راز بدی تو دلت داری حتما به یه بزرگتری که بهش اعتماد داری بگو رازداری مهمترین تاکتیک فردی که کودک آزاری میکنه این افراد معمولا به بچه ها میگن که این یه رازه و باید بین من و تو بمونه بچه باید بدونه که هر رازی رو با خیال راحت میتونه به یک بزرگتر بگه و اون بزرگتر هم قطعا باورش میکنه یه وقتی ناراحت بودی، نگران بودی یا ترسیده بودی حتما به بزرگتری که بهش اعتماد داری بگو همیشه کمک بخوا یه نفر هست که کمکت کنه به بچه اطمینان بدین که داشتن این احساسات منفی تقصیر اون نیست و به خاطر گفتنش هم دچار دردسر نمیشه هنوز تصور میکنید حرف زدن راجع به این پنج تا نکته با بچه کار سختیه یه بار به خودتون یادآوری کنید که با همین گفتگوی ساده میتونید کمک کنید بچهتون از آزار جنسی در امان بمونه گفتگوی داریم با آقای دکتر هادی شاکر فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ای دکتر خیلی خوش آمد خیلی ممنون دکتر اولین که مطرح میشه اینه که از چه سنی قانون لباس زیر باید با بچه ها در میان بگذاریم من فکر میکنم هر چه زودتر بهتر برای اینکه از وقتی که بچه ها امکان گفتگوی کلامی براشون شروع میشه و پدر مادر سعی میکنن که آموزش توالت رفتن رو به بچه ها بدن خب وقت مناسبی هستش که در ضمن اون بچه رو متوجه بکنن که حریم خصوصیش چی هست متوجهش بکنن که اندامهای خصوصیش چی هست به این نکته اشاره بکنن که مثلا لباس زیرش رو هیچ کسی حق نداره دست بزنه اگر کسی قراره که به بدنش دست بزنه فقط پدر مادر هستن که این امکان رو دارند و اونم باید به بچه توضیح بدن که برای چی این کار رو میخوان انجام بدن اینا همه مجموعه رو فراهم میکنه که شما فرض بکنین بچه رو واکسیناسیون میکنین برای اینکه بتونین پیشگیری مناسبی رو براش انجام بدین که اگر خدای نکرده در آینده اتفاقی براش افتاد با پیشگیری و این واکسنی که شما به بچه زدین بتونه با آگاهی مناسب برخورد لازمی رو انجام بده که شانس و خطر آزار جنسی درش کم بشه آیا تا فضای این گفتگو با چطور باشه؟ ببینین فضا از اینجا شروع میشه که شما لزومی نداره یک راست برین روی موضوع آزار جنسی و با بچه بخواین صحبت بکنین ابتدا وضعیت رو جوری آماده میکنین که بچه راجع به لمس خوب و لمس بد آگاهی پیدا بکنه مثلا مثالایی بهش میزنید که لمس خوب مثل اینکه مامان نازت بکنه یا بوست بکنه لمس بد مثلا مثل اینکه هولت بدن یا تو کسی رو کتک بزنی اینا لمسایی که کسی خوشش نمیاد بعد میتونین از این موضوع وارد این بحث بشین که مثلا دست زدن به لباس زیر آدم هم. یه لمسی که آدم نباید بهش اجازه بده بنابراین شما از یه موضوعی به این موضوع دیگه وارد میشین منتها اینکه چقدر این شرایط رسمی باشه یا غیر رسمی باشه باز برمیگرده به اینکه پدر مادر در چه موقعیتی این موضوع رو باز بکنن من شخصا اعتقادم اینه که بار اول یا بارهای اول که قرار هست این موضوع باز بشه دوباره مثل مثال واکسیناسیون شما یه شرایطی رو یه مقدار جدی تر میکنین که بچه مشغول بازیگوشی و اینها نباشه و بهش توضیح میدین که مامان بابا اینجوری دوست دارن که تو رفتار بکنی ولی دفعه های بعد که میخوان موضوع رو تکرار بکنن دیگه میشه در قالب بازی مثلا وقتی که بچه داره با عروسکاش بازی میکنه رو میخواد حمام بکنه ضمن اون به ظرافت میتونین شما در قالب بازی یادش بندازین که مثلا این عروسکت الان میخواد حمام بکنه چیکار باید بکنیم کی میتونه لباسش عوض بکنه مثلا چه شرایطی براش هست و بعدم دوباره مثلا شرایط دیگه مثل اینکه دوستش رو دعوت کردین خونه برای آب بازی مثلا بچه ها در تابستون دارن آب بازی میکنن دوباره بچه رو یادآوری میکنین که چه جوری تحت چه شرایطی شما دارین باش رفتار میکنین دلیل کارتون چی هست که بچه یاد بگیره این ارزش ها رو آقای دکتر به لمس خوب و لمس بد اشاره کردن ویدیویی با هم میبینیم که در اون این رو برای بچه ها توضیح میدیم سلام اسم من سارا و میخوام از یه قانون خیلی مهم درباره مراقبت از خودمون با شما حرف بزنم شما باید فرق بین لمس خوب و لمس بد رو بدونین مثلا وقتی که اعضای خانواده بغلتون میکنن یا وقتی دوستتون میزنه به دستتون و میگه آفرین اینا لمس خوبن لمس بد وقتی که کسی به اعضای خصوصی بدنتون دست میزنه هیچ وقت هیچ کس نباید دست به جاهایی از بدنتون بزنه که با شورت و مایو پوشونده میشه یا اینکه ازتون بخواد که شما به اونجاها دست بزنید. ولی دکترتون میتونه برای معاینه به اونجاها دست بزنه. البته وقتی که پدر یا مادرتون با شما تو مطب دکتر هستن. اینا لمس خوبن. کسی که شما را لمس بد میکنه معمولا میگه این یه رازه. ازتون قول میگیره یا بهتون هدیه میده تا شما رازتون رو را به کسی نگید. ولی شما همیشه باید این مسئله رو به یه بزرگتر بگید. اگه یه آشنا یا یکی از اعضای فامیل به اندامهای خصوصی شما دست زد به معلمتون یا به یکی دیگه از اعضای خانواده بگید اگه کسی شما رو لمس بد کرد هیچ وقت تقصیر شما نیست بقیه بزرگترا دلشون میخواد که این مسئله رو بدونن به هر بزرگتری که بهش اعتماد دارید بگید تا یکیشون به شما کمک کنه و مطمئن بشه که لمس بد دیگه هرگز اتفاق نمیافته. آی دکتر تو توی فرهنگ ما گاهی وقتا این لمس کردن کودک برای ابراز احساسات یا محبت به کودک هست. این مرزش کجا قرار گرفته؟ بستگی به همون اطلاع رسانی داره که شما به بچه ها میکنین همون جور که میگین لمس خوبی لمسی مثل اینکه مامان انجام داد صورتتو ناز کرد یا مثلا لمس بد اینه که تو احساس کنی ناراحتی دوست نداشتی مثلا یا قسمت های بدنت رو بهش توضیح میدین که کدوم قسمت بدنت رو نباید دست بزنن ولی گاهی وقتا هم اشخاص مختلف ممکنه باشن مثلا شما در یه خیابونی دارین راه میرین یه کسی به بچه شما توجه بکنه یه دفعه لپ بچه رو بکشه یا تو رستوران نشستین مثلا یه نفر بیاد نازش بکنه به عنوان غریبه به نظر من این جور رفتارها احتیاج داره که همه ای ما یه بار راجبش فکر بکنیم و ببینیم من غریبه درسته مثلا از این دختر بچه مثلا کنار دستم خوشم اومده ولی چه معنی داره که من اون بچه رو بخوام دست بزنم و بعد بچه شما وقتی این آموزش رو از خود شما داره میبینه بعدش ممکن از شما سوال بکنه مامان این آقاه چرا منو ناز کرد؟ خب جوابش اینه که آره نباید ناز میکرد مثلا یا اینکه آره اگر دوست نداری آفرین که به من گفتی آفرین که سوال کردی برای اینکه همین مثال های که میتونه اون زنجیره رو تشکیل بده که بعدا بچه تو ذهن خودش فکر یک نواختی پیدا بکنه و بتونه از شما سر بزنگاهش کمک بگیره و اگه به همین صورت ادامه پیدا بکنه در جامعه میبینین که کسایی که ممکنه فکر بکنن که از بچه ها سو استفاده جنسی بخوان انجام بدن میدونن این بچه ها این آگاهی رو پیدا کردن این سطح پیشگیری درشون اتفاق افتاده که اون افراد احساس امنیت نمی کنن که به این بچه ها نزدیک بشن برای اینکه میدونن این بچه ها میرن و به بقیه اطلاع میدن و این اولین قدم میشه در پیشگیری از این اتفاق در با خود پدر و مادر پزشک و پرستار چطور چون به حال پیش میاد که ممکنه بخوان به بچه دست بزنند ببینید اینجا مثلا در انگلستان صحبت یه عبارتی رو میکنن میگن هر کسی که در موقعیت مورد اعتماد با بچه قرار داره ممکنه که این شانس رو داشته باشه که بخواد بچه رو سو استفاده کنه افرادی مثل پزشکان مثل پرستاران مثل معلمان مدرسه مثل افرادی که در آموزش‌های مذهبی ممکنه باشن اینا همه کسایی هستن که بهشون اعتماد میشه و خیلی هم افراد شریفی هستن خیلی هاشون هم هیچ کاری با بچه ها ندارن ولی گاهی در این حرفه ها ممکنه افرادی باشن که از اون موقعیتشون بخوان سوء استفاده بکنن و به بچه ها آسیب بزنن منتها چون در موقعیت اعتماد هستن ممکنه پدر مادر این چشپوشی رو بکنن که بگن این پزشک یا این معلم اینا این کارو نمیکنن ما خیالمون راحته صحبت اینه که حتی در برابر اونها هم بچه باید این قابلیت دفاع و پیشگیری رو داشته باشه این آموزش رو دیده باشه که حتی پزشک، حتی پرستار، حتی کسایی که ممکن مورد اعتماد باشن این اجازه رو ندارن که به بدن تو دست بزنن اگر پزشک بخواد دست بزنه باید از تو اجازه بگیره تو باید بدونی برای چی میخواد دست بزنه و یه قانونی که مثلا ما اینجا در انگلستان داریم داشتن شپرون یا یک کسی به عنوان محافظ هست که در اتاق ماینه باید حضور داشته باشه که شما وقتی مثلا مریض رو میخواید ماینه بکنین در حضور اون فرد ماینه بکنین بنابراین پدر مادر رو بدونن اگر به شخصی اعتماد میکنن همون اعتماد هم ممکنه این خطر رو داشته باشه و آگاهی بچه رو بر همون هم بالا ببره آزار جنسی فقط با لمس اتفاق میفته فرض بکنین اگر بچه ها در معرض مسائل اینترنت قرار بگیرن یا به وسیله تلفن موبایلشون ازشون خواسته بشه که یه عکسی رو ازشون جابجا جا کنن که عکس قسمت های خصوصی بدنشون رو داشته باشه و این رفتار مکرر انجام بشه و این همراه گفتگوهای جنسی بشه رفتارهای جنسی باشه اینا خودش همه آزار جنسی هست گرچه اون دو نفر ممکنه که میلیون ها مایل از هم دور باشن ولی به هر حال اتفاقی که برای بچه میفته و صدمه عاطفی که به بچه زده میشه یک صدمه ناشی از آزار جنسی خواهد بود این رو هم اضافه کنم که هر رفتاری که از بچه بخوان که براشون انجام بده نمایش انجام بده یا رفتارهای جنسی رو نمایش بده اینا همه میتونه گرچه که هیچ تماسی اتفاق نیفتاده شامل این بشه که اون فرزند اون بچه احساس بکنه که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته مثل مثلا اینکه یه فیلم پرن بهش نشون بدن یا وادارش کنن با اونا فیلم نگاه کنه بله بله علاوه بر قانون لباس زیر پدر مادر چه کارهای دیگه میتونن انجام بدن که احتمال قرار گرفتن کودکشون در یک همچین موقعیت رو به صفر برسونن دوران بچگی شخصیت ما رو شکل میده اما بعضی از کودکان مورد آزار جنسی قرار میگیرن آثار مخرب این اتفاق بعضا تا مدتها ادامه پیدا میکنه در دنیا از هر بیست بچه یکی مورد آزار جنسی قرار میگیره ما میتونیم کارایی بکنیم که زندگی بچه ها امنتر بشه و جلوی آزار جنسی کودکان رو بگیریم. بیشتر موارد آزار جنسی توسط یک فرد آشنا انجام میشه، نه یک فرد غریبه. یک سوم آزارهای جنسی توسط یه بچه یه کم سن و سال یا یه فرد جوون انجام میشه. پدر مادرها میتونن سالات مهمی رو در مورد جاهایی که بچه ها میرن بپرسن آیا سابقه پرستار جدید رو چک کردن؟ آیا باشگاه ورزشی مربیای قابل اعتمادی رو استخدام کرده؟ در مدرسه مسئولان باید جاهایی از مدرسه که خلوتتره مثل حیات یا راهروها رو مدام چک کنن آزار جنسی همیشه نیاز به ارتباط مستقیم نداره. مثلا مجبور کردن کودک به دیدن فیلم پرن یا گول زدن بچه برای شرکت در رفتارهای جنسی در اینترنت با امن تر کردن فضای آنلاین برای بچه ها میتونیم از این نوع آزار جنسی جلوگیری کنیم میشه از فیلترهایی استفاده کرد که برای والدین طراحی شده والدین باید هر جور آسیب و سوء استفاده اینترنتی رو گزارش بدن در مدارس باید به بچه ها یاد بدن که آزار جنسی اصلا چی هست و بچه ها باید بدونن که اگر این اتفاق براشون بیفته تقصیر اونها نبوده و حتما باید در موردش صحبت کنن پدر مادرها هم باید در خونه مرتب با بچه ها در مورد پنج قانون لباس زیر صحبت کنن بعضی اوقات آزار جنسی توسط بچه های کم سن و سال انجام میشه اونها هم نیاز به مشاوره دارند و باید با این رفتارشون برخورد بشه. کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته باید احساس امنیت کنه تا بتونه حرف بزنه باید کمکشون کرد که زندگیشون رو تغییر بدن و به دنیای کودکانشون برگردن الان میدونیم که قطعا جلوی آزار جنسی رو میشه گرفت بنابراین این وظیفه ماست که محیط خونه، مدرسه و فضای آنلاین رو برای بچه ها امن کنیم همین حرف و توصیه ها رو با بچه می کنیم و آگاهیم رو بالا میبریم. از کجا مطمئن بشیم که وقتی که کودک اون شرایط خاص قرار می گیره واقعا عملا بتونه اون توصیه ها رو به کار ببره؟ خیلی بستگی به این داره که بچه چقدر احساس بکنه که در یک محیطی امن قرار داره چقدر پدر مادر این اطمینان خاطر رو بهش دادن که باورش میکنن چقدر بچه این احساس رو بکنه که نترسه اگر که یه اتفاقی افتاد یه مثالی مثلا فرض بکنین اگه در جو خانواده بچه یه اشتباهی بکنه مثلا یه ظرفی رو بزنه بشکنه بعد نتیجهش این باشه که تا گفت من این ظرف رو شکستم همه تنبیهش بکنن سرزنشش بکنن و باعث بشه که احساس کنه اگر من اینو بگم نتیجهش اینه که دوچار مشکل میشم بعد ممکنه این تجربه رو بس بده به مسائل دیگه و بگه خب اگه این کار و کرده باشم یا این اتفاق بد بر من افتاده باشه نتیجهش این باشه که منو تنبیه میکنن یا دچار آزار و اذیت بیشتر میشم بنابراین به اشخاص مورد اعتمادش ممکنه نگه برای اینکه اگر یه همچین اتفاقایی برای بچه ها میفته خیلی گیج کننده است بچه ها نمیدونن چقدر تقصیر خودشونه بچه ها نمیدونن چقدر ممکنه که تنبیه بشن بچه ها ممکنه از طرف اون کسی که این سو استفاده رو کرده تهدید شده باشن بچه ها ممکنه که احساس کنن اگر این موضوع رو بگن بابا مامانشون خیلی ناراحت بشن بنابراین هزار جور فکر ممکنه بکنن ولی این دعوت به بچه که هر اتفاقی که برات افتاد که احساس کردی برات ناراحت کننده است هر اتفاقی افتاد که راجبش نمیدونستی چی کار باید بکنی راجبش سوال داشتی حتما به مامان بابا بگو اون باعث میشه که بچه احساس این آسایش رو بکنه که یه گوش شنوایی براش هست که اگر لازم بود مسئله رو عنوان بکنه چقدر رابطه خود پدر و مادر با هم میتونه روی اعتماد به نفس بچه و سطح یادگیری اون اثر بگذاره واقعا کلیدی هستش که پدر مادر همسو هر دوشون وقتی که این آموزش رو میخوان به بچه بدن هر دوشون باور کنن که این پیشگیری مهم هست این واکسیناسیون عاطفی و روانی برای بچه اهمیت داره اگر در آتیه اتفاقی افتاد که بچه آمد یک موضوعی رو مطرح کرد هر دوشون همدیگر حمایت بکنن هر دوشون بچه رو باور بکنن برای اینکه مثلا ممکنه یک مثالی اینطور باشه که یک سمت خانواده درگیر این موضوع باشه و بچه بیاد بگه که مثلا عموم یا دایم یه همچین رفتاری کرده و اون یکی سمت خانواده که از طرف اون فرد مورد اتهام نیستن بخوان مسئله رو انکار بکنن یا بعد پدر مادر سر این موضوع با همدیگه اختلاف پیدا بکنن و همدیگه رو سرزنش بکنن که تو چرا طرف این قوم خیش هستی تو چرا طرف اون قوم خیش هستی و گاهی وقتا بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته که پدر مادر دوچار طلاق بشن رابطهشون از بین بره سر موضوعی که به جاش باید بچه رو حمایت بکنن و هر دوشون در یه جبهه وایسن که اهمیت سلامت روانی بچه درش حفظ بشه بعد از اینکه آزار جنسی اتفاق افتاد صحیح ترین رفتار پدر مادر با کودکشون چی باید باشه اون مرد رو میشناختم دوست مامانم بود آقای خوبی بود همیشه برای من پاستیل می آورد و میذاش کلی با موبایلش بازی کنم مامانم بهش اعتماد داشت یه روز مامان میخواست بره بیرون ساندویچ بخره من نمیخواستم باش برم مامان من رو گذاشت پیش این آقا دوست دخترش وقتی مامانم از خونه رفت بیرون دوست دخترش رفت دوش بگیره آقایمون که مراقب من باشه بعدش اتفاقای خیلی بدی افتاد آقاه در و بست و حرفای بدی زد کارای بدی کرد که من نمیخواستم انجام بدم نمیخواستم ماجرا رو به مامانم بگم آقای گفته بود به هیچ کی نگم چون اگه بگم خانوادم رو اذیت میکنم منم ساکت موندم مامانم مدام ازم میپرسید چیزی شده منم میگفتم نه هیچی همه چی خوبه روزا گذشت و منم سعی کردم چیزی به کسی نگم مدام نگران بودم و میترسیدم تو مدرسه هم نمیتونستم مثل قبل درس بخونم نه حرف بزنم ازم میپرسیدن چیزی شده منم میگفتم هیچی فقط خستم تا اینکه یه روز حقیقت رو به مامانم گفتم اون گفت وای عزیزم راست میگی من گفتم آره و زدم زیر گریه اشکم بند نمیومد چون مدتها این راز بد رو تو دلم نگه داشته بودم یه دفعه همه چی رو ریختم بیرون بعد از اینکه اینو به مامانم گفتم با هم رفتیم اداره پلیس اونا تمام جزئیات کارهایی که اون آقای کرده بود رو ازم پرسیدن منم جوابشون رو دادم. بعد اون آقاها رو بازجویی کردن ولی اون همه حرفای من رو انکار کرد. برای همین رفتیم دادگاه. خیلی ترسناک بود چون من باید با اون آقاها و وکیل چشم تو چشم می شدم. وکیل از من سوال می کرد و من باید جواب آره یا نمی دادم. خیلی ترسیده بودم و مدام می لرزیدم. بالاخره دادگاه تموم شد. هر چند کار ترسناکی بود، اما از زمانی که دادگاه رفتم و در مورد این موضوع صحبت کردم، هر چی تو دلم بود رو ریختم بیرون و کاملا سبک شدم. انگار دیگه درد نمیکشیدم. خوشحالم که اینجوری یه آدم بد رو به زندان فرستادم. آیا نقش پدر و مادر در برخورد با این آزار جنسی که در کودک اتفاق افته چیه؟ در درجه اول اون فضای امنی که در خانواده لازمه که بچه احساس امنیت کنه که هر چیزی که ناراحتش کرد رو به پدر مادرش بتونه بگه این اولی مسئولیت پدر مادره و در درجه دوم باور کردن اون بچه هست برای اینکه همونجوری که توی ویدیو دیدین مادری که در ویدیو بود جوری رفتار کرد که بچه احساس کرد که باورش کردن و این خیلی مهمه خیلی مهم هستش که بچه رو سرزنشش نکنن، تقصیر رو به گردن همدیگه نندازن به جای که به بچه این پیغومو بدن که تقصیر خودت بود یا مثلا مادرت گفت برو اون مهمونی یا پدرت خواست که اون لباس رو بپوشی و این نتیجه ای اون کار هست سعی بکنن این پیغمو بدن که اتفاق ناراحت کننده برات افتاده خیلی ممنون که به ما اعتماد کردی به ما گفتی ما سعی میکنیم کمکت کنیم ما سعی میکنیم از متخصصای این امر کمک بگیریم که بهمون راه نشون بدن که چیکار باید بکنیم و خلاصه امر این که به کسایی مراجعه کردی که آدمای امنی هستن و میتونن تو رو کمکت بکنن رابطه ای که اون فرد معترض میخواد با کودک برقرار کنه معمولا سعی میکنه که اون رو با خودش همراه بکنه از چه ابزاری یا روش های استفاده میکنن معمولا؟ ممکنه روش باشه که سعی کنن بچه ها رو به روش های مختلف که اصطلاحاً تطمیع کنند بهشون هدیه بدن بخوان محبت‌های بهشون بکنن که نابجا و ناپسند و ناموقع است بنابراین خیلی اهمیت داره که این آموزش رو هم به بچه ها بدیم که هر کادوی هر هدیه که هر کسی به تو پیشنهاد میده این باید با اجازه پدر مادر باشه ولو اون هدیه یه آب نبات خیلی کوچیک باشه یا مثلا شارژ موبایل برای بچه باشه یا مثلا خریدن یک کادوی گرون قیمت باشه لزومی نداره این چیزا مخفی دور از چشم پدر مادر یا حتی بدتر از اون بهش بگن که اینو من به تو میدم ولی تو به هیچ کس نگو این یه راز بین من و تو اینجا چقدر برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان جامعه و مدرسه قضیه رو جدی میگیره خیلی مسئله رو اینجا جدی میگیرن دوره های آموزشی مخصوصی رو برای همه کسایی که با بچه ها کار میکنن مثل معلم ها، مدرسه، پزشکا و کسایی که به هر نحوی ممکنه که با بچه ها رابطه داشته باشند میذارن که اگر این علائم رو تو بچه ها دیدن بتونن به بچه ها کمک بکنن یا مراحلش رو بتونن درست انجام بدن که بخوان اون بچه رو ارجاع بدن به مددکارهای اجتماعی به قسمت‌های قانونی و قسمت‌های بهداشت روان از یه طرفی روی آموزش خود بچه ها خیلی سرمایه گذاری میشه که در مدرسه ها از سال‌های خیلی اول دوره مهد کودک به سال‌های دبستان بچه ها اطلاعات کلی راجبه به همین مسائلی که صحبت کردیم لمس بدن قسمت‌های خصوصی بدن اینا رو بدونن حتی ویدیوهایی به شکل انیمیشن درست میکنن که با شعر و کارتون و اینا به بچه ها این پیامو بده که حریم خصوصیشون حقوقشون و اینکه چه جوری به خودشون بخوان احترام بذارن به بدنشون احترام بذارن اینها رو همه رو به بچه ها اطلاع میدن توی ایران فکر میکنین چقدر مسئولین یا مدارس یا پدر مادرها میتونن تو این امر پیشگیری کمک کننده باشن قطعا خیلی میتونن کمک کننده باشن به دلیل اینکه وقتی که از این موضوع حراس نداشته باشیم و بتونیم راجبش صحبت بکنیم آموزش بخوایم بدیم وبسایت یا مواد آموزشی خاصی رو تهیه بکنیم که مناسب سن بچه ها باشه کتاب های ساده باشه که بچه ها بتونن استفاده کنن خود پدر مادر بتونن از متخصصین امر کمک بگیرن اینا همه پایه این رو میگذاره که ما دوباره داریم باز با یک بیماری عفونی اگه مقایسه بکنیم روبرو رو میشیم و کارهای درمانیش رو انجام میدیم که به جای اینکه انکارش بکنیم یا کتمانش بکنیم راههای مقابله با اون رو در جامعه گسترش بدیم خیلی ممنون آقای دکتر خواهش دلتون میخواد در 37 درجه در مورد چه موضوعاتی برنامه ساخته بشه پیشنهاداتتون رو در ایمیل برای ما بفرستید 37@bbc.co.uk صفحه فیسبوک سی و هفت درجه منبع خوبی از مطالب و مصاحبه هاست. حتما به اون سر بزنین و, و به دوستاتون معرفی کنین. facebook.com slash 37 BBC Persian همینطور در اینستاگرام و تلگرام با هشتک سی و هفت درجه بارو پیدا کنید. سالم باشید و سرشار از آرامش.